برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو با گفتگو با یکی دیگر از مهمانان برنامه، لادن بازرگان از خانواده های دادخواه دهه 60، خواهر دادخواه بیژن بازرگان و عضو شورای انقلابی دادخواهان. سلام میکنم لادن بازرگان، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. سلام و درود به شما و همه بینندگانتون. خیلی متشکرم از اینکه امراه ما هستید. قبل از شما با یکی دیگر از خانواده‌های دادخواه صحبت می‌کردیم. در این برنامه خاطره معینی نکات بسیار جالبی رو گفتند از روحیه دادخواهان در حال حاضر پس از شنیدن آزادی حمید نوری. شما خودتون یه پست گذاشته بودید در شبکه ایکس، بسیار پست جالبی بود، ما منعکس کردیم این پست. بعد بیشتر می‌خوام با خود شما صحبت بکنیم. وقتی شنیدید که جمهوری اسلامی حمید نوری رو معاوضه کرده، دولت سوئد پای این معاوضه اومده، دوتا از زندانیا رو گرفته، حمید نوری رو داده، اونم در سکوت خبری و به یک باره این خبر مثل یه بمب منفجر شد، شما دادخواهان اون لحظه چه احساسی داشتید و به چی فکر کردید؟ البته ما انتظار این رو داشتیم و تا فکر میکردیم به این سرعت اتفاق بیفته، چون در 30 می بود، 30 ماه می میشه تقریبا 20 روز پیش، دولت سوئد اعلام کرد که میخواد لایحه‌ای رو به مجلس ببره که بتونن تعویض زندانی‌ها رو انجام بدن، که زندانی‌ها در کشور خودشون، زندانی‌های تبع خارجی در کشور خودشون مدت زندانیشون رو طی بکنن. فقط اینکه ما فکر نمیکردیم با این سرعت این اتفاق بیفته. مسلما روز خیلی دردناکیه برای ما، همه ما خیلی ناراحت هستیم، ولی از طرف دیگه اون پیروزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه بهش دست پیدا کرده، دست پیدا نکرده. یک جنایتکار رو گرفته، مجبور شده دو تا انسان دیگر که اصلا یکیشون دیپلمات سوئدی هم بود آزاد بکنه، و این خودش یه پیروزی برای دولت سوئد که تونسته تبعه‌های خودش رو، سیتیزن‌های کشور خودش رو آزاد کنه. و از طرف دیگه حکم دادگاه، تمام مدارکی که در این دادگاه ارائه شد، همه به عنوان سندهایی در تاریخ ثبت شده. دنیا فهمید که جمهوری اسلامی ایران زندانیان سیاسی رو، کسانی رو که حکم داشتن، سالها در پشت میله‌های زندان بودن، بدون هیچ دلیلی اعدام کرده بر حسب یک فتوا از یک آخوند بی مقدار. و همه اینها ضربه هایی نیست که تا ابد از چهره این رژیم پاک بشه. ما میتونیم با استناد به اون حکم جلادان دیگری از این رژیم رو دستگیر بکنیم و تا ابد اروپا رو و کشورهای آمریکایی رو برای اینها ناامن کردیم و بر خود خواهند لرزید قبل از اینکه تصمیم بگیرن به این کشورها مسافرت کنن. بسیار خوب، ببینید الان صحبت از این هست که چه اقداماتی باید در برابر دولت سوئد به طور مشخص انجام داد. یکی از این اقدامات اینه که خب اعتراض گسترده شکل بگیره. همین امروز اولین تجمع اعتراضی مقابل وزارت امور خارجه سوئد در شهر استکهلم صورت گرفت که ما اینجا تصاویرش رو داشتیم. اتفاقا همسر احمد رضا جلالی هم شرکت کرده بود، سخنرانی کرد، مصاحبهش رو دیدیم. در تجمعات دیگری که حتی در جای دیگه دنیا برگزار میشه، مثل فرانکفورت که شنبه های اعتراضی است، اصلا اختصاص دادن امروز به اعتراض در رابطه با آزادی حمید نوری. صحبت از این است که خانواده های دادخواهی که جزء شاکیان و شاهدان پرونده حمید نوری بودن از دولت سوئد شکایت بکنن. به نظر شما چه اقداماتی میشه انجام داد، چه اقداماتی عملی هست در مقابل این حرکت شرم‌آور دولت سوئد؟ والا اینا رو باید حالا شکایت به طور مستقیم، شکایت از دولت رو باید از وکلای بین‌المللی بررسی کرد و پرسید. ولی اونچه که واقعیته، ما باید به دنیا نشون بدیم که دولت گروگانگیر جمهوری اسلامی با این جور مماشات ها عقب نخواهد نشست. نه تنها ما ایرانی های در تبعید در خطریم، نه تنها مردم ایران به گروگان گرفته شدن، بلکه تمام مردم کشورهای خارجی هم در خطر هستن. خود شما، من یادم در فرانسه وقتی که اومده بودید برنامه ما رو پوشش بدید، از اعضای گروهتون تهدید شده بودن، تهدید جانی شده بودن، و ما باید به فکر سیکیوریتی ایشون میبودیم. خبرنگاران ایران اینترنشنال تهدید شدن، به ایشون حمله شد. الان آقای مهران عباسی که در استکهلم در خونه ام زندگی میکنه. یعنی میخوام بگم نه تنها همه ما در خارج از کشور تحت فشار هستیم، بمب هایی که رژیم جمهوری اسلامی ساخته بر روی مردم سوریه، بر روی مردم اوکراین ریخته شده، بر روی مردم اسرائیل ریخته شده. الان بوتی ها تمام دریاها رو ناامن کردن. یعنی این رژیم رژیمی نیست که شما باهاش اینجور مماشات ها رو بکنید. وقتی این پوان ها رو بهش میدید، وحشی‌تر میشه و بیشتر علیه همه مردم دنیا فعالیت میکنه. و اون این چیزیه که ما باید به این خارجی ها بفهمونیم که این یک رژیم معمولی نیست، یک رژیم نرمال نیست که شما فکر میکنید میتونید با سر میز مذاکره بنشینید و چیزی به دست بیارید. باید این رژیم رو منزوی کرد، باید اون رو در حالت دفاعی قرار داد، به هیچ وجه باهاش مماشات نکرد و مجبورش کرد که از سر کار کنار بره. خیلی متشکرم از شما.
لادن بازرگان و بسیار خوشحالم از این روحیه مقاومت و مبارزه‌ای که در شما موجود هست. از مهران عباسیان گفتید، براشون آرزوی سلامتی میکنم. همه کسانی که دارن مبارزه میکنن، بله درسته سال گذشته در قبل از انقلاب شروع انقلاب زن زندگی آزادی، کیان آذر مدیر تلویزیون کانال جدید بود که تهدید شده بود از طرف جمهوری اسلامی. خیلی متشکرم که همراه ما بودید در این برنامه. به امید پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و بتونیم دادگاه‌هایی رو در ایران برپا بکنیم، دادگاه‌هایی با نمایندگان واقعی مردم، ناظران بین‌المللی، دادگاه‌های عادلانه که تک تک این جنایتکاران رو محاکمه و به صدای عملشون برسونیم.